دوستان سلام کیوان هستم از گروه سمور امروز میخوام به صورت اجمالی یک برند کمتر شناخته شده فرانسوی رو بهتون معرفی کنم برند لجاردن قطقوه یا لجاردین رتروه اگه بخوایم به صورت آمیانه خطابش کنیم این برند در سال 1975 توسط یوری گودزاتس ساخته شده این عدساز فرانسوی اکثریت فعالیت عدسازیش برای برندهای نیش و برندهای مطرح دنیای عطر بوده و در سال 1975 برند خودش رو می سازه و پس از سی سال فعالیت در سال 2005 فوت میکنه. با فوت یوری برند لوژاقتین ردقوه به یک رکود و یک افولی دست پیدا میکنه منتها هرگز کاملا خاموش نمیشه تا اینکه در سال 2016 پسر یوری میشل ترکیبات پدر رو بار دیگه به همون صورت اولیه منتها در شیشه و بسته های مورد پسند زائقه امروزی دوباره به بازار میده و برند دوباره جون میگیره ترکیبات کویخت روسی یا چرم روسی ترکیباتی اروماتیک، چرمی، کلاسیک، جاافتاده و قدیمی هستند که احتشام و شکوه دوران آرت دکو رو به تصویر میکشند. دورانی که شاهد تولد غولترین عطرهای تاریخ بودند عطرهای مثل گرلن میتسوکو مثل گرلن ژیکی یا مثل شنل شماره پنج و شنل کویخت روسی ترکیبات کویخت روسی ترکیباتی چرمی هستند که اکثر عدسازای نخبه و نابغه سعی کردن حد مقدور یه دونه از اون ترکیب توی مجموعه کارهاشون داشته باشن گاه با همون اسم کویخت روسی مثل شنل کویخت روسی یا گرلن کویخت روسی یا کرید کویخت روسی یا با اسامی دیگه در واقع تولید شدن کویخت <میقش> روسیه برند لژاقدین رتقوه یک عطر اروماتیک خاکی به شدت سبز و چرمی هستش که فضای لوکس و زنانه داره بیشتر ولی خب به هر صورت یه عطر یونیسکس هستش که برای هر دو جنسیت قابل استفاده هستش یه عطر خیلی شاداب میشه گفت که بوی سیگار مانند داره ولی خب در عین حال در عین زنندگی و تلخی سیگار مانندش یه فضای آرامش بخش اعتماد دهنده و خیلی دنج و صمیمی رو القا میکنه